علامہ جمعہ سجی صاحب سے ملتمس کرتا ہوں جو آ کر جلسے سے خطاب فرمائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين وبعد قال الله العظيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سلام الشهداء گلگون کفن که با خون پاکش و با غلطیدن در خون پاکش توسط دشمن ناپاک و سفاک شهید شدن و برای ملت قوم و خانواده خودش سرفرازی و سربلندی پیدا کرد. من به تمام شهدا که در راه پیروی از اهل بیت و به جرم شیعه بودن و به جرم یا حسین و لبیک یا حسین گفتن به شهادت رسیدن، مخصوصا شهدای روز عید که یکی از فرائض خداوند نماز را به جا آوردند و شهادت را لبیک گفتند، سلام می‌فرستم و درود و برای خانواده بسیار معظم و محترم شهدا از خداوند صبر جزیل و اجر جمیل آرزو دارم. و به شما ملت سربلند و قوم غیور که واقعا تحمل اینقدر شهادت و جوانهایی را که در جلو روی شما هدف تیر و گلوله و تیرهای دشمن واقع می شود و با خاک و خون می افتد مشاهده کردید، ولی باز هم لبیک یا حسین می گویید، این از سربلندی و سرافرازی و غیرت و شهامت شما هست که من بارها عرض کردم صبر و حوصله هیچ وقت بزدلی نیست، تحمل هیچ وقت بی غیرتی حساب نمی شود. یک قوم اگر با صبر و تحمل توانیست با مشکلات دست و پنجه نرم کند، اون قوم سربلند است و سرافراز است. من شما به یک عقیده،
به یک مکتبی به یک مسلکی به حمد الله منسلک و مربوط هستیم که این مکتب و این عقیده همیشه سربلند بوده، همیشه سرفراز بوده و تمام شجاعان امروز در مقابل رهبران مذهبی ما سر تعظیم خواند. نام حسین، کربلای حسین، آشورای حسین عظمت را برای دنیا به انسانیت و راه را برای شیعیان داده است و این راه را شیعیان باید برد. اما عزیزم، من بارها عرض کردم و شاید 4 سال مسلسل در میتینگ‌ها، در نشسته‌ها، در گفتگوها این مطلب را همینطوری که برادر بسیار عزیز ما جناب ابراهیم هزاره مشوره یا تجویزی دادن، ما 4 سال به دنبال تجویزات و دفاع از خود بودیم. شاید خیلی افرادهای در این جلسه باشد که حرف ما را تأیید میکنه، شاید بیشتر از 200 نفر سرانی قوم را ما جمع کردیم و هدف ما این بودن که ما باید یک دفاعی بندوبست برای خود بکنیم. تا دفاعی بندوبست نداشته باشیم، تا ما نتوانیم از خود دفاع بکنیم، پیش رفتن برای ما بسیار کار مشکل است. اول ما باید بنشینیم، اتفاق و وحدت را بین خود به وجود بیاریم، نه تنها لفظی. نشستند و گفتن و متفرق شدن نه، این مسئله نباشه. خالصانه و مخلصانه، و همیشه من گفتم و الانم میگویم روی 2 جذبه حد اقل باید با جمع بشه. الانم در جمع همه شما مؤمنین و برادران جذبه مذهبی که به الحمدلله در همه ما هست، همه ما شیعه و پیرو مکتب امام صادق و امام حسین هست. همیشه مسئله قومیت را پیش میبرد. ما به اینا مشوره دادم جذبه قومی حد اقل بر شما اگر هست بیایید بنشینیم، تمام مسائل را کنار بذاریم. یه روز روز اختلاف نیست، روز انتقام گرفتن از همدیگر نیست. به خدا امروز سیلاب دارد میاد، همه را ما اگر در فکر نباشیم حتی اگر همین 2 جذبه را در پیش بگیریم بنشینیم مخلصانه، نه اینکه مسئله این باشه که او سر او چل بره با قول از بگیم و شما او سر از مخلصانه بنشینم یک مسئله را به طور کلی برای دفاع خود، برای دفاع شخصیت های خود، برای دفاع دکاندارها، برای دفاع تاجرها، برای دفاع شخصیت عالی که ما در واقع هست، اگر هستیم توسط همین شخصیت ها هستیم، ما باید دفاع از اینا کنیم. چقدر افسرهای ما شهید شدن و الان چقدر افسرهای ما نمیتواند سر کار برود. ما باید برای اینا فکر کنیم، برای چقدر تحصیل یافته در خانه بیپر
نمیتونه سر کار برن، نمیتونه سر کار برن. یک مسئله، مسئله دوم، ما همیشه دست جوانها را بوسه کرد، ما همیشه بر جوانها فخر میکنم و قابل فخره و این جوانها قابل فخره. اما یک درخواست همیشه ما از جوانها کردم، اینکه احساسات شما و جذبات شما فقط در همین وقتی که یک صالحه پیش میایه نباشه. ما این صالحات را همیشه باید این جذبات را همیشه حفظ کنیم، این احساسات را باید همیشه حفظ کنیم. ما یه با کمال دست دست دید. یعنی با عدد درست انتظامی کاملا مقصره، نتوانست در روز عید سکوریتی و انتظامات فراهم کرد، به این شکل نیست. اینها را هرچه عذر و تشریح بیارد قابل قبول نخواهد. مجرم واقعی و حقیقی ما و شما انتظامیه و حکومت. دم کیامیز قبل آمیش چهار ماه پیش بوده علمدار رو
نصر. همه الى من نصر. همه الى عزم. ولذا حلش فقط اندنیه که ما و شما بادر تمام اختلافه را برای تقبیل با خلوص با همون دو جذبه حتی اقل با همون دو جذبه ای که داریم دور اطراف هم دیگر جمع شوید و برای آینده خود اگر میخواییم در اینجا سربلند و سرفراز و با اقتدار زندگی کنیم که ما قوم سرفراز و قوم سربلند هستیم رای حلش از نظر ما فعلا فقط این یک تجویزه انشاءالله و تعالی امیدم که اینا را اونهایی که واقعا صاحب فکر هستند بلیش بینشنه غور بکنه. ما بازم در اخیر از خانواده محترم شهدا که اگرچه ما میخواستم واقعا یادی از شهدا و مظلومیت این شهیدان و شهدای کربلا بشود و ما میخواستیم یک لحظه به یاد مظلومیت این شهدا و ما هیچ وقت یادم نمیره پدر گل سخته ای که وقتی جنازه و وقتی کشته جوانش را میبینم نمیشناسد ها در مرحله اول شناخت ممکن نیست و بعد دانه که میشناسه دست به دعا برمیدارد خدایا این قربانی را از ما قبول کن ای جذبای مثل همینی که ابو عبدالله وقتی که سر نعش جوانش میرسد و وقتی که آخرین حرفها را با الیکبرش میگوید این برای شهدا و برای قلبی و دلداری شهدا عرض میکنم ثوابش از شهدا باشد وقتی که حسین در کنار جوانش مینشینه خیلی سخته مرد جوان شهادت جوان خیلی سخته حسین درش آتش گرفته هست چون یک پدر در شهادت جوانش درش آتش میگیره حسین سر جوانش را روی زانو میگیره اما دلش آرام نمیگیره یک زمان راوی میگوید دیدم حسین سر علی اکبر را روی قلب خودش گرفته اما بازم حسین دلش آرام نمیگیره دیدم حسین خم شد لب به لب لب به لب آدی علی اکبر رو گذاشته ای صدا بزند علی الدنیا بعد کل عفا و بقی ابوک وحیدا فریدا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته